هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در یک مصاحبه با تلویزیون کمیسیون اروپا گفت: ما به همراه تحولات فرانسه و دانمارک اطمینان پیدا کردیم که خط هوایی ماهان ایر رژیم ایران برای آماده سازی حملات استفاده شده بود. به همین دلیل ما مجوز پروازهای آنها را لغو کردیم. در آینده هم اگر چیزی به حمایت از تروریسم برگردد، عکس العمل نشان خواهیم داد. تلویزیون کمیسیون اروپا: من مایلم در رابطه با ایران صحبت کنیم. آلمان یک خط هوایی رژیم ایران را تحریم کرد، ولی از یک طرف باید توافق هسته‌ای برپا بماند و از طرف دیگر دانمارک چند هفته یا چند ماه پیش خواهان این شد که تحریم‌هایی را در دستور کار قرار دهید. آیا شکافی وجود دارد یا این تعادل متزلزل می شود؟ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان: فکر نمی کنم تعادل متزلزل شود. فکر می کنم آنچه در رابطه با اتحادیه اروپا با ایران تعیین کننده است، توافق برجام و راه اندازی سازوکار ویژه مالی است. ولی آنچه به رفتار سرویس های مخفی ایران برمی گردد، آنجا هم تصمیمات تحریم داشتیم. ولی اینها جدای از نگاه به کل مسئله برجام است. حالا آیا می توان اینها را از هم جدا دید؟ سوال: آقای وزیر، چرا دولت فدرال آلمان مجوز پرواز ماهان ایر را لغو کرد؟ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان: برای ما مانند گذشته توافقنامه هسته‌ای با ایران فوق‌العاده مهم است، چرا که به منافع امنیتی ما مربوط می شود. ما نمی خواهیم که ایران مجدداً غنی‌سازی اورانیوم را شروع کند، ولی همیشه روشن ساخته ایم که در مقابل هر تحولی متناسب با آن واکنش نشان خواهیم داد. ما به همراه تحولات فرانسه و دانمارک اطمینان پیدا کردیم که این خط هوایی هم برای آماده سازی حملات استفاده شده بود، برای اینکه افرادی را جابجا کنند. به همین دلیل مجوز فرود را لغو کردیم. سوال: آیا شما می خواهید این موضوع را در اروپا عمومی کنید؟ آیا این تصمیم آلمان را کشورهای دیگر اتحادیه اروپا انجام خواهند داد؟ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان: کشورهای دیگر هم هستند که این کار را کردند. این را هر کشوری خودش باید تصمیم بگیرد. ولی ما در آینده هم اگر چیزی به حمایت از تروریسم یا جاسوسی برگردد، نسبت به هر عملی عکس العمل متناسب را نشان خواهیم داد. و این یک تصمیم ضروری بود، چرا که به منافع امنیتی آلمان مربوط می شود.